امروز این پرستشمون متوجه شدیم که یک کم کوتاه‌تر بود. ما هنوز هم وقتی هست که بریم تو پرستش و موعظه امروز دو تا قسمت هایی هست. یه قسمتی هست که اول که میخوایم نگاه کنیم، ما هر سال یک موضوعی داریم برای کلیسا و در 2016 بود، موضوع 2016 این بود که ما میخواییم با خدای ما، با منجی ما، با این پادشاه پادشاه رب و ارباب آشنا بشیم. خدا رو شکر خدایی داریم که خودش رو قایم نکرده و هدف خودش هم هست که خودش رو به ما معرفی کنه. و الان کم و پیش افرادی بودن قسمت‌های تجربه کردن، چون فقط و فقط به وسیله تجربه ما میتونیم با خدا آشنا بشیم. با کلام خدا تنها کاری نمیتونیم انجام بدیم، فقط کار رو زمانی که چیزها رو که میخونیم، میشنویم، فکر میکنیم و وارد دنیا میشیم، وارد مشکلات دنیا میشیم، اونجاست که بیشتر میتونیم با جلال خدا آشنا بشیم. سال گذشته یا نه، هنوز ما سال 2017 هستیم، قسمتی بود که گفتیم که عیسی در زندگی ما جلال پیدا کنه. یادتون هست نه؟ دائما ما این چیزا رو میگفتیم، همینطور موعظه هایی که خیلی موعظه های شنیدیم، همینطور واعظین که آمده بودن صحبت کردن و خیلی چیزایی که موضوع های خیلی مهم بود که ما فکر میکنم بلکه مطمئن هستم خدا با قلب ما، با قلب این کلیسا صحبت کرده. خیلی چیزایی هست که همینطور واعظین هم که آمدن توی کلیسامون صحبت کردن. و سوال اینه که موضوع 2018 چیه؟ موضوع 11 بود که عیسی تو بیا جلال پیدا کن، نام تو جلال پیدا کنه. بعد این 2018 رو من بعد از این موضوعی که الان میخوام در میون بذارم صحبت خواهم کرد، قسمت دومه. ما بعد زمانی که ما در مورد زمانی که در مورد جلال خدا صحبت می‌کنیم، عیسی هم از این جلال پیدا می‌کنه. شاید ما تصورهای اشتباهی داریم، شاید هم تصورهای درست هم داریم، مثلا اینکه بگیم که عیسی مسیح بیاد یه جوری جلال خودش رو در مورد زندگی من نشون بده و الان من چطور کنم جلال خدا رو بدرخشم. شاید اینجا تصورهایی داشتیم که شکست خودی می‌بینیم که هیچ جلالی دیده نشده، فقط خرابکاری بود. بگیم که پس جلال خدا چیه؟ و من خودم اینطوری که نگاه میکنم، قبل از این میدونستم جلال خدا عزیزان خیلی خیلی ربط داره، زیباترین جلالی که وجود داره که میتونیم با اون جلال آشنا بشیم صلیب عیسی مسیحه. این صلیب عیسی مسیح که پر از جلال و شکوه خداست که ابدیه و ابدی خواهد بود. هر چیزی که الان هست از بین خواهد رفت و مخصوصا در این زندگی آینده هم که خواهیم داشت، صلیب مسیح مرکز زندگی ما خواهد شد و دائما فکر میکنم این به این صلیب در ابدیت و به کاری که عیسی مسیح روی صلیب کرده پر از شکوه و جلال بود اینا نگاه کنیم. و امروز هم کوتاه میخوام در این قسمت صحبت کنم. کما پیش من میتونم بگم که تجربه از این برادر خواهرایی که آشنا شدم، من میتونم برای ما روان درمانی کردیم، صحبت کردیم، دیدیم که چقدر توی فشارها، چقدر توی مشکلات قرار گرفته بودن، چقدر تحمل کردن و خیلی چیزایی دیدیم که در زندگیشون عوض شد. و از هر چیزی که عوض میشه راه صلیب رو میریم، اون موقع هست که درخشش عیسی مسیح زیادتر و زیادتر خواهد شد. و جلال این قسمت هایی میخوام اونجا در مورد صحبت کنم، جلال صلیب، جلال عیسی مسیح روی صلیب که پرشکوه ترین مکانی هست، محلی هست که میتونید دائما به اون نگاه کنیم. من فکر میکنم هنوز ما به صلیب که نگاه میکنیم هنوز خیلی چیزای ناقص میبینیم، فقط خیلی محدود میبینیم. ما فقط نگاه میکنیم به صلیب مسیح و میگیم که یا عیسی مسیح برای گناه های من فدا شده که یه قسمت درستش. بعد میخوام امروز هم در این قسمت یکم در موردش هم فکر کنیم که و این هرچقدر این موضوع شاید عوض بشه، 2018 موضوع جدیدی هست، فقط این موضوع ادامه خواهد داد.
جلال عیسی مسیح یا شکوه و جلال صلیب محلی هست که محبت عیسی مسیح، محبت پدر آسمانی ما دیده میشه. چطور دیده میشه؟ من هر چقدر اینطوری فکر کردم گفتم که ما در مورد مسیح و در مورد خدا صحبت می‌کنیم، در مورد محبت خدا صحبت می‌کنیم، فقط چون ما تصور اشتباهی داریم از محبت، بعضی وقت میشه که محبت رو درست دریافت نمی‌کنیم، چون تصویر اشتباهی از صلیب، از عیسی مسیح داریم. در عبرانیان اینجا در باب دو اینجا میشه: پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، فرزندان یعنی ما جسم شراکت دارند، اون نیز یعنی عیسی مسیح نیز همچنان در این هر دو شریک شد با ما، با انسانیت ما شریک شد، یک شد، که فکر میکنم اینو ما دائما شنیدیم، تا به وسیله موت صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد. او متحد شد با ما، یک شد با ما، با انسانیت ما، که به وسیله مرگش که روی صلیب، دوباره نشون میده به مرگش، به صلیب، صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد و آنانی را که از ترس موت تمام عمر خود را گرفتار بندگی میبودند آزاد گرداند. آمین. میتونیم آمین بگیم اگر فهمیده باشیم. زمانی که در مورد صلیب صحبت میکنم، در مورد محبت مسیح صحبت میکنم، ما اینطوری ما فکر میکنه، منم سالهاست فقط صلیب رو نگاه میکردم، فقط میگم که گناه من آمرزیده شده، خدا رو شکر، مرسی عیسی جان، تشکر میکنم. فقط زمانی که تصور میکنم که عیسی مسیح جلال و شکوه، زیبایی و درخشش خودش رو ترک کرد، آمد مثل ما انسان شد، ما باید اینطوری تصور کنیم. اون پر از جلال و شکوه بود، درخشش بی همتا، که حتی بعضی وقت تو تصویرهایی که نگاه میکنیم میبینیم که یک تصویری از نور دیدم عیسی مسیح و اونقدر عظیم بود نتونستم حتی نگاه کنم. این عیساست، آمده و انسان شده، شریک با ما شده. زمانی که ما در مورد محبت خدا صحبت میکنیم، فقط میگم که فقط یه قسمتش رو نگاه میکنیم. عیسی مسیح مرد برای گناه من، اونقدر منو دوست داشت. فقط مهم اینه که بدونیم که چه بهایی او پرداخت کرد روی صلیب. اصلا آمدنش، انسان شدن او، اصلا کلن یه چیزی هست که واقعا فکر ما رو باید بترکونه. تقریبا مثل این که الان من بگم من انسان هستم، من میام و شکل یک موش میشم. اینطوری باید نگاه کنید، مثل یک موش. موش هایی هستن که برحال گره چقدر خیلی زیوس هستن، فقط برحال من فکر میکنم همه فرار میکنن از موش یا از حرکت هاش. بابا اصلا یک موشی هم هست که توی چیز چی میگن؟ قطعه. قطعه چی میشه؟ موش هم این قطعه. خب فارسی چی میگن قطعه؟ قطعه موش وحشی. مرسی. موش وحشی. نه علکی نیست، نه واقعا عزیزان، فقط میخوام یه قسمت در موردش فکر کنید. همون آمدن، انسان شدن، از این شکوه، از این جلال آمدن پایین، موش، الان موش وحشی رو بگذاریم کنارو، که موش شدن، این اصلا یک کار عظیمی هست، که یک محبت عظیمی هست که عیسی مسیح اونجا این قدم رو برداشت برای تو و برای من. حالا فقط تصور کنید، تو باید
موش بشی که موشا رو نجات بدی. این دید نگاه کن، چقدر باید موشا رو دوست داشته باشی. سو الان آمد پایین، موش شد یا انسان شد. یعنی واقعا نگاه میکنین انسانیت ما و موش تقریبا جلال و شکوه عیسی مسیح با انسانیت گناه‌آلود وحشی که ما هستیم و همینطور هم این انسانیت کهنه که دائما شورش و دائما علیه خدا زندگی میکنه. با این تصور باید داشتیم، این خود داشتید تفاوت رو باید نتیم. زو الان نه فقط این، بلکه آمد در این جهان و موشا آمدن بی احترامی کردن، ترکش کردن، توفش زدن روی صورتش، تو جفا انداختن، رنجش دادن، آخرش هم برداشتن مصلوبش کردن. به این خاطر زمانی که این تصویر کلی رو نگاه میکنم که چطور جلال شکوه رو ترک کرده آمده و روی صلیب اونجا انسان شده و انسانیت ما رو شریک انسانیت ما شده و اونجا اجازه داده و خودش رو کلن به دست پدر سپرده، اجازه داده با او هر کاری که انسان دوست داره انجام بده. از این دید باید به عیسی مسیح نگاه کنی. پس چه محبتی باید عیسی مسیح داشته باشه که اجازه داده روی صلیب هر کاری که انسان دوست داشته با او انجام بشه. میگه کلام خدا میگه که مثل گوسفند، مثل بره بود، دست دهنشو باز نکرد و رفتم بردنش که او را شلختون کنه. شلختون یعنی چی؟ کشتار. اینجاست که زمانی که به صلیب نگاه میکنم یه چیز عظمت‌تری میبینم از این کاری که شاید من تصور میکنم. دوباره میگم، من صلیب پرشکوه‌ترین پرجلال‌ترین کاری هست که عیسی مسیح انجام داده. ما فقط یک چوب رو میبینیم یا دو تا چوبها رو میبینیم که اونجا هست، نگاه میکنیم میگیم که خدا رو شکر، مرسی عیسی جان که این بها رو برای من پرداخت کردی. چیز خوبیه، درسته، فقط چه جلالی هست. هیچ جلالی دیده نمیشه. یک مردی دیده میشه که عریانش کردن، میخکوبش کردن، جلالی نمیبینه. از دید انسان جلال نمیبینیم، از دید خدا که محبت اونجا مصلوب شد. برای قسمتی هست که همینطوری که گفتم که همچنان در این هر دو خودش شریک شد. شکوه و جلال صلیب محلی هست که و خیلی چیزهایی هست که فکر کنم شما خودتون میدونید که قدرت حکومت، قدرت یا قدرت حکومت گناه، ریشه گناه عیسی مسیح روی صلیبش با مرگش شکوند. صلیب عیسی مسیح یه مکانی هست که شیطان اونجا شکست خورد، یک مکانی هست که تو از ریشه گناه، تو و من از ریشه گناه آزاد بشیم. یک جایی از صلیب عیسی مسیح مکانی هست که نجات یا انسان آدم، آدم که اول گناه کرد به پایان رسید. خدا پرونده انسانیت کهنه، پرونده آدم و حوا رو روی صلیب بسته. یعنی نسل آدم و حوا میره به صلیب، اونجا پایان پیدا میکنه. از اونجاست که خداوند یک خلقتی تازهی میسازه. صلیب عیسی نشانه اینه که خدا همه چیز رو تا
تازه میسازه و همینطورم ما میدونیم از ما یک خلقتی تازه میسازه. صلیب عیسی مسیح که اونجاست که زمانی که ما متحد میشیم با او، با مرگ او، اونجاست که ما همینطور یک هویت جدیدی ما به دست بیاریم، موجود روحانی میشیم. صلیب این چیز رو نشون میده، این انعکاس رو نشون میده و به وسیله این هم هست که به وسیله صلیب مسیح که امکان رو به روح القدس میدم که وارد زندگی من بشه و همینطورم تولد تازه رو در من به وجود بیاره. صلیب عیسی مسیح است که منو از تمام شریعت، از تمام مذهب منو آزاد میکنه که زندگی آزادانه با خدا داشته باشم. صلیب عیسی مسیح که اونجا ظلمت و دروغ شکست میخوره و اونجاست که نور مسیح، نور عیسی، نور خداوند در زندگی ما قرار میگیره. صلیب عیسی مسیح است که آسمون دوباره پاک میشه از روح شورش، از شیطان، از تمام نیروهای تاریکی، از تمام ریاست‌ها و قدرت‌هایی که حکومت می‌کردن. صلیب باعث میشه که آسمون دوباره از این شیطان و نیروهای شیطان آزاد بشه. نه فقط این، بلکه صلیب باعث میشه که تو خودت از خودت آزاد بشی که بتونی مسیح رو زیست کنی. صلیب عیسی مسیح، عزیزان، زمانی که ما متحد میشیم، تمام اسلحه هایی که در دستای ماست، اسلحه هایی که عزیزان خودمون رو زخمی میکنیم، اسلحه هایی است که دیگران رو ما زخمی میکنیم، اونجا شکست میخوره. با متحد شدن با صلیب عیسی مسیح که اونجا خداوند این کار انجام داده، تمام اسلحه هایی که در دستای ماست به پایان میرسونه. و صلیب عیسی مسیح جایی هست که خود عیسی مسیح عدالتتون میشه و با این حال، با این صلیبی که تمام زخم‌های تو، تمام درد‌های تو، تمام نه فقط بیماری روح بلکه بدن، بلکه بیماری روح و نفس تو شفا پیدا می‌کنه. صلیب یه جایی هست، یه مکانی هست که گفتم که آزاد میشی از خودت و همینطورم تسلیم خدا که میشی، دیگه احتیاج نداری که از خودت دفاع کنی. جایی هست که خود عیسی مسیح از تو دفاع میکنه. آمین. تو احتیاج نیست کارهای انجام بدی که عدالت خودت رو در زندگی خودت به هر حال به جا بیاری، بلکه اونجاست که میگه که عیسی مسیح عدالت زندگی من است. اوست که کنترل میکنه، اوست که هدایت میکنه. صلیب عیسی مسیح مکانی است که عیسی مسیح اونجا مصلوب شده، یک مکانی هست که عیسی به وسیله صلیبش تو رو کامل کرده و کامل میکنه. در اینجا در عبرانیان 2:10 می نویسه به جا بود که خدا همه چیز برای او و به وسیله او به وجود دارد، برای اینکه پسران بسیار را به جلال برساند، قهرمان نجات ایشان را از راه تحمل رنج کامل گردیده. صلیب رو نگاه میکنین و این بهایی که او پرداخت کرده با رنج و درد و با متحد شدن با صلیب اوست که تو کامل میشی. فقط نگاه کردن به صلیب تو رو کامل نمیکنه، بلکه متحد شدن با مرگ اوست که ما هرچقدر دردناک اونجاست که ما تبدیل میشیم. به این خاطر صلیب تنها جایی هست که زمانی که تو میگی که خداوند منو شبیه خودت کن، خداوند منو تبدیل کن به شباهت تو، بدون صلیب
بتونه بدون اینکه متحد بشی با مرگ او نمیتونی به این کاملیت برسی. و صلیبم یه جایی هم هست که زمانی که عیسی مسیح میگه که تمام شد یا پرداخت شد، جایی هست که عیسی مسیح به تو میگه عزیزم بشین استراحت کن، همه چیز رو من پرداخت کردم. صلیب که نگاه میکنی جای شالومه، روح نفس و بدنت به آرامش میرسه. صلیب عیسی مسیح است که از تو یک پرستشی می‌سازه، نه پرستنده، از تو یک پرستشی می‌سازه. تو پرستش خدا میشی، صلیب مسیح. صلیب عیسی مسیح که باعث میشه که متحد میشی با او، که تو با تمام برکت هایی که در آسمون هست در مسیح برکت یافته هستی، برکت ها رو به ارث میبری. و صلیب عیسی مسیح مکانی هست که هیچ کسی نمیتونه اون حیات رو از تو بدزده و از تو برداره. صلیب عیسی مسیح است مخصوصا که در مورد اتحاد صحبت میکنیم و میگیم عزیزان ما باید یک بشیم. کلام خدا میگه که ما باید یک بشیم. بدون عزیزان صلیب متحد شدن با مرگ او یک دلی وجود نداره. ما فقط میتونیم مثل یه دوتا چوب یا آهن با هم سعی کنیم اونجا کنار هم بشیم، فقط هیچ اتفاق نخواهد افتاد. به این خاطر عیسی مسیح خودش رو مثل تاک و ما شاخه ها صحبت میکنه که ما انگور بشیم. به این انگور باید چی بشه؟ باید خورد بشه و له بشه. اینجاست که تمام این شیره هایی که در ما وجود داره اونجا ور میداره و خداوند یک شرابی میسازه و اونجاست این اتحاد دیده میشه. بدون صلیب شراب وجود نداره. به این خاطر عیسی مسیح آب رو به شراب تبدیل کرد که او میتونه از ما، از صلیب زمانی که وارد بشیم اینجا، از اونجا عبور کنیم و این اتحاد رو پیدا کنیم. صلیب عیسی مسیح یه مکانی هست که تو رو به تخت فیض مسیح هدایت میکنه. تو میتونی جلوی تخت فیض مسیح بایستی که از فیض به عوض فیض دریافت کنیم به خاطر و به وسیله صلیب عیسی مسیح. صلیب عیسی مسیح مکانی هست که برای ابدیت، برای اون تاج که خداوند از ابتدا برای تو آماده کرده بتونی اونجا برسی. بدون صلیب عیسی مسیح، بدون اینکه زندگی کردن و با هم یک شدن با صلیب، نمیتونی به این هدف برسیم. تختا و همینطورم تاج ها آماده هستن به وسیله صلیب بتونیم به دست بیاریم. صلیب عیسی مسیح مکانی هست که من میتونم با مرگ او، در مرگ او یه اتحادی پیدا کنم و تمامی وجود یا تمامی وزن تمام وجود او در من شکل بگیره و تمام چیزایی که از منه که مال یا ربطی به مسیح نداره از من ورداشته بشه و تمام چیزای نیک و خوب که ربطی به خودش داره در من منتقل بشه. میدونین زمانی که پولس این نامه ها رو می نویسه و این مکاشفه رو از صلیبی داشت، صلیب مسیح، که یک مردی بود که واقعا مکاشفه‌های زیادی گرفته بود و همینطور کلیساهای زیادی بنا کرده، آخر که میاد اینجا صحبت میکنه زیرا از من زیرا عظمت نکردم که چیزی در میان شما دانسته باشم جز عیسی مسیح و او رو
مسلوب. یعنی منظور اینه که پولس یه جایی رسیده بود که گفته بود من هیچ چیزی نمیخوام بدونم، تنها چیزی که من میخوام یا میدونم یا میخوام بدونم صلیب مسیحه. هیچ چیزی نمیدونم، هیچ چیزی نمیخوام. زمانی که این صلیب رو، این ارزش صلیب رو ما بدونیم، دیگه تمام چیزایی که علم و دانش، هر چیزایی که هست، همه چی ریخته میشه، خار شمرده میشه جلوی اون صلیب، این کار صلیب که عیسی مسیح اونجا انجام داد. و پولس اونجا در گالاتیان باب 6 آیه 14 میگه اما مباد که من هرگز به چیزی افتخار کنم جز به صلیب خداوند من عیسی مسیح که به وسیله آن دنیا برای من بر صلیب شد و من برای دنیا. میگه که تنها چیزی که من افتخار میکنم، برحال من فکر میکنم زمانی که پولس رو نگاه میکنیم، زندگیش رو نگاه میکنیم، میتونیم بگیم واقعا پرونده‌های زیادی داشت، میتونست از خودش تعریف کنه. و اینجا صحبت میکنه، میگه که افتخار اینه که صلیب عیسی مسیح رو بشناسم. به این خاطر بنابراین برای دریافت کردن جلال مسیح، زندگی کردن در جلال مسیح، تو نمیتونی از کنار صلیب عبور کنی. صلیب یه جایی هست که از اونجا باید تو بری و اونجا اون پشت این صلیبه که جلال خداوند در تو قرار میگیره، درخشش خدا، زیبایی خدا، شکوه خدا، وجود خدا، رفتار خدا، حکمت خدا، عدالت خدا، هر چیزی که ما احتیاج داریم پشت صلیبه. جلوی صلیب نمیتونی چیزایی پیدا کنی. به این خاطر خب تو فکر میکنم این آیه همه ما بلد هستیم که میگه که پولس میگه که من با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی میکند. و زندگی که در حال در جسم میکنم به ایمان بر پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. من دیگه زندگی نمی کنم بلکه مسیح زندگی می کنم. این متحد شدن عزیزان، شکی ندارم، این متحد شدن با عیسی مسیح در مرگش یه پیامی هست که مطمئن هستم خدا میخواد قبل از آمدنش شنیده باشیم. چون کلیسا یه مکانی هست که باید جلال خدا را، شکوه خدا را، حکمت خدا را در این دنیا بیان کنه یا نشون بده. ما در این زمان زندگی میکنیم. به این خاطر 2017 کم و پیش خدا اجازه داد توی مشکلایی بیافتیم. زمانی میگیم عیسی مسیح بیا در زندگی من جلال بیا، فکر نمیکنی خدا دعای تو رو شنیده؟ خیلی توی کلیسامون هستن توی مشکل افتادن، خیلی فشارهای آمده، خدا گفته که میخوایی با شریک من، با جلال من شریک بشی، باید از مرگ عبور کنی، راهی دیگه وجود نداره. کلیسا خیلی توی مشکلاتی قرار گرفته، زن و شوهرها مشکلهایی به وجود آمده، مجردها خیلی جای خیلی اتفاقاتی افتاده. زمانی که روان درمانی میکنیم، صحبت میکنیم، متوجه میشیم چه فشارهایی قرار میگیرن. فقط خدا میگه که راه دیگه وجود نداره، تو دعا کردی، شاید تو نمیدونستی چه دعایی میکنی، فکر میکنی که همینطور من میام اونجا یه خدا میاد دست گذاری میکنه و پر میشه. این همه چی عزیزان، تمام پیش پرداخت هایی هست که خداوند به تو میبخشه که به قدرت بگیری که این راهش صلیب رو بری.
تمام دستگذاری که میکنیم، بعضی وقت میفتیم زمین، کلام میشنویم و شهادت میشنویم و خیلی چیزهای بنا میکنه، تو رو هدایت میکنه که عیسی مسیح تو رو بکشه روی صلیب که اونجا تو رو آزاد کنه. و اونجاست که ناقص میمونیم، اونجاست که جلوی صلیب قرار میگیریم و اونجاست که باید بگیم که بله آمین خداوند، از حق خودم میگذارم، تو عدالت من هستی، تو همه چیز من هستی، بدون تو فایده نداره دنیا، بدون تو نفس کشیدن فایده نداره، پوچه. صلیب توست، افتخار میکنم، همینطور مثل پولس که میگه افتخار میکنم به صلیب. و واقعا به شما بگم، پولس فیلیپیان هم بخونیم ببینیم چطوره، میگه همه چی رو میتونه پرونده پشت پرونده بیاره، میگه همه چی رو خارش مردم، آشخاله، میخوام با مرگ او متحد بشم، میخوام او رو بشناسم. عزیزان اگه میخوای با عیسی مسیح بشناسی، صلیب عیسی متحد شدن، همینطور که عیسی مسیح آمد گفته که در قسمت اولی که من خوندم، چون ما انسان هستیم همچنان در این هر دو خون دو جسم شریک شد. عزیزان پیامی هست که الان برای 2018 صحبت خواهیم کرد، ما و تو تا با او با مرگ او متحد نشی ناقص خواهیم موند. و زمانی که دهنمون باز میکنیم و میگیم عیسی مسیح بیا خداوند، نام تو از زندگی من جلال پیدا کنه، پس بدان خدا کار داره با تو. و مطمئن هستم الان میخوام بریم تو پرستش، چند تا سرودای انتخاب کردم، احساس کردم که خدا میخواد با قلب تو صحبت کنه. آخرین روز 2017 است، آخرین ساعت هاست، خدا میخواد چیزایی در تو انجام بده، یه چیزای عمیق. به این خاطر این میخوام با این دعا رو با هم بکنیم، خدا من واقعا بیاد این ارزش جلال صلیب تو رو بیشتر به من بغواز کن، که واقعا یک احترام مخصوصی قائل باشم، که هیچ چیزی دیگه وجود نداشته باشه که ارزشش رو داشته باشه کنار تو اونجا بیسته. آمین. با هم بیستیم الان، گروه پرستش خواهش بکنم. میتونم